با سلام و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، برگی از تاریخ رو در نوروز بار دیگر آغاز میکنیم و با یوسف اردلان عزیز هستیم. درود بر تو یوسف جان و شادباش های نوروزی ما رو بپذیر. درود بر شما و بینندگان عزیز و بهاران خجسته باد. نوروز اومده و بهاران به قولی فرا رسیده و نوروزی که برای مردمان منطقه ما، مردمانی از ایران و کردستان، آذربایجان، افغانستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و بسیاری از حتی مدیترانه، روزهایی که میشه گفت که با همزمان با اولین گنچه ها و شکوفه های بهاری مردم شادی و شادابی و همزیستی و در زندگی هاشون جستجو میکنن، شادمانن از اینکه زمستان سرد و یخ زده پایان پیدا میکنه و این نوزایی طبیعت رو جشن میگیرن و یه ستایشی از تا حد زیادی از زمین، از طبیعت که باراوری و ادامه این حیات انسانی رو تا حد زیادی تضمین میکنه. در این حال تا حد زیادی میشه گفت که نوروزهای کنونی، نوروزهایی که هیچ پیوندی با مذهب و با قتل کسی و به کار در واقع به قدرت رسیدن کسی نداره، تا حد زیادی با نوروزهای باستان متفاوت است و به این لحاظم است که میشه گفت که اکثر مردمانی که این نوروز رو برگزار میکنن از این شادابی های اون و از سنت های که در میان خودشون جاری بوده تا حد زیادی بهره میگیرن. کسانی هم هستن که در واقع نوروز رو مخالف حیات و در واقع بیزنس و در واقع سرمایه کار خودشون میدونن، روحانیت و طالبان که در ایران و افغانستان و بسیاری از جاها نوروز رو حرام میدونه و مانعی برای در واقع پیشبرد شریعتش، حتی در افغانستان ممنوع میکنند و در ایران هرگز حتی هفت سین که سین زندگی است و سین سازماندهی، سین ستودن و ستایش انسان و طبیعت رو به کنار میزنند و شمشیر قصاص و خشونت اسلامی رو در مقابل این مهربانی طبیعت، مهربانی انسان به طبیعت میذارن. حتی روحانیت در مسخره کردن در واقع هفت سین و نوروز از اینکه گیاه هست و گیاه مربوط به انسان نیست و از رابطه با حیوان میگن، تا حد زیادی نشانه های یک وحشیگری فاجعه باری رو نشون میده و خشونتی رو نشون میده که روحانیت، اسلام با تمدن انسانی، با شادابی انسان داره که نهفته در این نوروزهای مردمیه. اما نوروز از زاویه دیگری هم مطرح است، زاویه رابطه مردم با شاهان، پادشاهان چگونه شکل گرفت و چه سنتهایی رو گرفت، سنتهایی که تا حدی ما متاسفانه در جمع هایی که در کوروش در واقع کنار قبر کوروش انجام شد و اون آریا پرستانی که شعارهای در واقع ناسیونالیستی و شوینیستی رو علیه ملت عرب، ملت بزرگ عرب و ملت های دیگه سامان میدن و از پرستش نوعی از آریایی‌گری و نوعی از گذشته طلبی در واقع پیروی میکنن میبینیم و ما میبینیم چقدر بازگشت به گذشته، بازگشت به اون تاریخ های ناکجا آباد خطرناک و فاجعه باره. همون گونه که اسلام بازگشت به گذشته تاریخی این فاجعه کنونی رو در ایران منطقه ما سامان داد، آن بازگشت به نوعی از آن کوروشی که ناکجا آبادی نیست و
شوینیزم فاجعه باری رو علیه ملت‌های دیگه، خصوصا ملت عرب که ملتی همسایه ما و همراه و برادران و خواهران ما هستند، سامان میده، چقدر میتونه زمینهای خشونت و جنایت رو سامان بده. به این لحاظ از این زاویه شما یک نگاه تاریخی به کورش داشتین و دارین، این رو چگونه معنا میکنید؟ ببخشید از طولانی بودن مقدمه. البته خوشحالم که کار من خیلی ساده کردی، خیلی چیزا رو گفتید که دیگه نمیخواد تکرار بکنم. مسئله واقعا مطرود بودن افکار پلید اسلام گرایانه علیه شادی ها به طور کلی همش هست که یکی هم نوروزه اثر من از شمس درویشی هم بکنیم که در یکی از جمله هاش میگه ما در خونه زندگی میکردیم و صابخونه همش میخواست که ما گریه بکنیم، همش عذاب بگیریم، گریه کنیم که دیگه نگیم که آبمون قطعه، برقمون نیست، فلان، همش باید گریه بکنیم که اینا رو نخواهیم. اونا همینه میخوان، این در هر صورت اینه. اما در مورد نوروز و بهار واقعا نکته رو که گفتید بسیار جالبه که این نو شدن در واقع آغاز دوباره زندگی، این خیلی در واقع میشه که خیلی کهن است، چون از بین النهرین تاریخ به اصطلاح تقویم بین النهرین از بهار شروع میشده که منصوب هست به میترایی ها، چقدر دقیقه چقدر نیست ولی اینطور میگن. و حتی تقویم رومیا هم از مزوپوتامیا گرفتن و به خاطر همین در واقع اگر توجه بکنیم حتی روزهای به اصطلاح ماهای هفتم تا دهم رو که سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر، اگر ده و نه و هشت و هفت حساب بکنیم برمیگرده به ماه مارس، یعنی ماه مارس اولش بوده که سپتامبر شده سپتامبر، یعنی هفتمین ماه میشه در حالی که الان ماه نهمه. این به دلایل زیادی با تغییر هر کسی می اومده، اون موقع تقویم اینقدر مهم نبوده چون ارتباط آدم ها با هم دیگه اینقدر مهم نبوده. فرض کن در منطقه پارس و در منطقه ساسانی و اینا به اصطلاح به تخت نشستن هر پادشاهی میشد مبدع تاریخ، سال پنجم از سلطنت مثلا خسرو پرویز یا فلان. اتفاقا همین تقویم هجری هم که الان هجری شمسی هست تاریخ یزدگردی، یعنی به تخت نشستن یزدگرده، حالا با یه در واقع میگن یه حقه شرعی تبدیلش کردن به، یعنی همزمان بود، البته تقریبا همزمان بوده با همون هجرت محمد از مکه به مدینه، این مدینه به مکه، و این مسئله اینجوریه در ولی اصلش تاریخ یزدگردیه و متأثر از همون افکار پارسیان هند بوده که این نسیم ایرانی بر اساس اون در اومد. در هر حال این یعنی وقتی اینجوری نگاه میکنیم از مزوپوتامیا قدیم میبینیم، یعنی از کنار مدیترانه، یعنی شرق مدیترانه تا میرسه به آمودریا و اونور، اینا این منطقه همه نوروز رو داشتن. ولی خب بعدش میدونیم که تمام سنت ها، اعیاد، حکومت ها، پادشاه ها جلالی بهش میدن، به این جلال برای به اصطلاح بازگو کردن عظمت خودشون و حاکمیت بر مردم، چون در تمام این در واقع جلال و شکوه جشن ها ایدی میگرفتن چه از مستعمراتشون چه از مردم خودشون. و حتی این سنت به این ترتیب، یعنی اون جنبه قضیه رو هم باید دید که مسئله اینها استفاده میکنن در وجود آوردن این اعیاد و این سنت ها برای اداره کشور، برای مرعوب کردن مردم و بزرگتر نشان دادن خودشان، از این بهره گرفتن. میبینیم که چجوری بوده و بهتون شاهد میاریم. مثلا در تاریخ گردیزی یه چیکه بگم که در واقع ابو سعید
عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی درو در 440 هجری، درست 1000 سال پیش، کتابی داره و در این در مورد جشن‌ها و اعیاد موهان صحبت میکنه که در مورد فروردین اینطوری میگه. روز اول فروردین رو میگه این روز را نوروز گویند، زیرا که سر سال باشد و شب با روز برابر شود و سایه ها از دیوارها بگذرد و آفتاب از روز از روزنها افتد. رسم مغان اندر روزگار پادشاهی ایشان چنان بودی که خراج ها اندر این روز افتتاح کردندی و عجمیان چنین گویند که اندر این روز جمشید بر گوساله نشست و سوی جنوب رفت به حرب دیوان و سیاهان و معنی زنگیان باشد. با ایشان کارزار کرد و همه را مخور کرد. اینجا این نکته‌ای که در واقع این حالته که قدیمی رو به ان ایران، یعنی سیاه‌ها رو دیوهای سیاه می‌گفتند جنوبیا، چون خودشون رنگشون همین سیاه چرده‌ای که می بود همین هندی که هست و سیاه‌های جنوب رو دشمنان می‌دونستند. در هر صورت روز ششم فروردین رو این روز را نوروز بزرگ گویند. جمشید از حرب سیاهان و دیوان اندر این روز باز آمد، با ظفر و فیروزی و غنیمت فراوان آورده. پس آن روز که جواهر غنیمت آورده بود بر تخت خیش انبار کرد تا هر کس ببیند و آفتاب از روزن اندر افتاد و همه خانه از عکس آن روشن گشت. بدین سبب او را شید لقب کردند و شید به پارسی روشنایی بود و آفتاب را بدین سبب خورشید گویند که خور قرص آفتاب باشد و شید روشن و اندرین روز جایها را آب زنند، که این روز نام فرشته است که بر آب موکل است به قول ایشان. و روز 17 نوروز رو هم این روز ابتدای باز باشد. باز به معنی صدا خود را من کردن، مثل باز ایستادن، بازنگری، این باز کردن که در اون روز در واقع حرف نمی زدن، که عربا بهش می گفتن زمزمه، که حتی در حرف زدن هم خیلی امساک می کردن و در همه چی امساک می کردن در روز. و در روز 19 هم که فروردینگانه و فروردینگان مصادف است با ماه، هر ماه هر روز ماه یک اسم داشته که روز 19 اسمش فروردین بوده. این چیزیه که در واقع همین گردیزی عبدالحی بن ضحاک میگه. و در متن دیگری که هم در مورد در متنی هست به نام نوروزنامه که منتسب به خیام، حالا دلیلشو میگم که چرا این رو حتما باز هم تکرار میکنم، که اینه میگه آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا روزگار یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دست خوید سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان. چون موبدان از آفرین به پرداختی، پس بزرگان دولت در آمدند و خدمت ها پیش آوردند. این متون که نشان دهنده بزرگ
داشتن این روز از طرف شاهان و بزرگان از عیدی گرفتن خب به صورت یک سنتی مونده که همینطوری که علی جان اشاره کردن یه بعدی رو که اسلامیات با تمام اینا مخالفت میکنه به این بهانه که این به اصطلاح عید شاهان است. اما از اون جهت دیگرش که عید بهار باشه و همینطوری که اشاره کردم در باز در واقع حیات زمین هست و شادی مردم هست اون رو هم به اصطلاح حرام قلمداد میکنن و تاریکی و غم و اندوه رو به جا میذارن. یعنی این ملغمه رو هر دو طرف رو اگر نبینیم به یک جانبه نمیشه نه شاد بود نه نمیشه از در واقع سنت های پلید حکومتگری هم غافل بود. بازمانده این جشن که تبدیل در واقع حتما خصوصیات زیادی داشته از جمله باز حیات طبیعت خب خیلی تودهی شده و عمیق هست. این میگه همینطوری که اشاره کردن از مدیترانه تا اون برای آمدریا همه جشن میگیرن و ما با اون گذشتهش چقدر گذشته و اینا کارا زیادی نداریم ولی اون چی که در همین صد سال اخیر عمل میکنه دیگه جوامع شهری میشه از اون سنت ها میخواد دور بشه ضمن اینکه سنت ها هم همینطور قرینه در داخل زندگی مردم زندگی ادامه میدن. من به گوشه از این سنت هایی که فرض کنیم در همین کردستان که خودم دیدم چون در صحبت همون همیشه من یاد خاطراتی میافتم در کردستان تبدیل شده به یک حالت هویتی مخصوصا در کردستان ترکیه، سوریه و عراق که حکومت های حاکمشون نوروز نداشتند و همیشه مانع بودن که اینا نوروز بگیرن. در نتیجه آتش روشن کردن براشون تبدیل شده به یک هویت، به یک مسئله. نوروز در اونجا حالتی رو داره که حتی در ایران و یا در جاهای دیگه اون حالت رو واقعا نداره. اونجا یک حالتی که سرش جنگ ها میشه، دعوه ها میشه و در هر صورت در کردستان همین ایران بگم که به طور عموم من حتی وقتی دانشگاه بودم یادمه از دوستای دیگه هم که مال شهرهای دیگه بودن وقتی میپرسیدم خیلی هاشون از این که در روستاها جشن نوروز گرفته بشه همچین خبری نمیدادن. بلکه که در کردستان خیلی راحت بود در مناطق مختلف کمی فرق میکرد ولی آتش نوروزی همیشه بوده در شهرها بر سر باها آتش روشن میکردن که اخیراً تبدیل شده به آتش بزرگ ولی در جاهای دیگه کردستان در خیلی جاها آتش بزرگ روشن میکنن در چه چهارشنبه سوری چه در مخصوصا شب اول در واقع شب نوروز. و جالب اینی که در روستاها قبلا مثلا قبل از 70 سال پیش که هنوز رابطه ارباب و رعیتی وجود داشت خیلی فقیر بودن مردم دیگه و اینا در روز عید ضمن این که همیشه سفرهشون به مدت 5 روز حداقل در خیلی از مناطق مثل منطقه اوباتو تیلیکو یعنی بین سنندج و سرگز رو بگیم اون منطقه سفرهشون 5 بود در طول روز همش از صبح تا شب یعنی اون 5 روز سفره رو بر نمیچیدن و تنها غذایی هم که داشتن برنج حتمی بود. حالا دیگه با برنج اگر دارا بودن یه چیزی همراهش بود اگر نه همون برنج خالی بود و دیگه شیرینی خیلی کم بود ولی همون برنجه بود. ولی خب در کنار اون میبایست از همین چیز نداشتشون چیزی رو کنار میذاشتن که برای ارباب هدیه نوروزی بدن. یعنی این نکته رو که برای ارباب خیلی خوشایند بود نوروز خیلی نوروز بود ولی برای مردمش نداشتن میبایست از زن بچهش بگیره از نوروز خودش بگیره و به ارباب بده. و در شهرها دیگه
تغییر پیدا کرده بود. طبعا دیگه بعد از مثلا الغا و تمام شدن اون رابطه در واقع ارباب رعیتی و گسترش شهرها، یه خصوصیت شهری تری پیدا کرد حالت نوروز. و میبینیم که مدام حتی در این 50 سال هیچ وقت مثلا در کردستان حکومت نتونسته نه آتیش روشن کردن و نه رقص رو از مردم بتونه بگیره. دستگیری ها بوده، شروع کردن، حتی حکومت چند سال پیش خودش اجازه میداد آتیش روشن بکنه. آتیش های عظیمی بزرگ درست میشد که باسم خوشش نمیومد ازش. حتی امسال خودش قبول کرد که در مثلا شهری مثل سنندج که مرکز استان جشن خیلی بزرگی برقرار بشه. ولی با وجود این، حتی با تمام شرایطی که گذاشته و خیلی نمیخواستن شرکت بکنن، گفته بودن که ما در جشن حکومت شرکت نمی کنیم، ولی با وجود این جشن عظیمی گرفتن، آتش هم عظیمی روشن کردن، ولی با وجود این چند نفر رو 5 نفر رو دستگیر کردن. مثلا اونا به خاطر اون بود که در واقع یه ابتکار اونا به خرج داده بودن، گویا پرچم سرنگی رو خیلی خیلی طولانی رو اینو به اصطلاح در جشن پیچیده بودن و در خیلی جاها تاب خورده بوده. بعضی وقتا سبز بالا بوده، بعضی وقتا قرمز بالا بوده و هیچ علامتی، نه علامت الله، نه علامت خورشیدی که معمولا میزنن خورشید میترایی، هیچ کدوم از اونها نبوده. ولی این کلک رو به اصطلاح زدن و یا بهش ناخوشایند بوده. در هر حال مسئله این مراسم و این رو از آن خود دونستم دیگه از یادآوری اون هدایای در واقع پادشاهی جدا شده. در دوران جدید این سنت ها خودشو با دوران جدید منطبق میکنه. یکی از مسائل در واقع همینه و به خاطر همینه در این ملغمه میبینیم که نگرش های مختلفی رو میشه دید. جالبترینش این بود که فرض کن از سالهای 50 که اولیش رو گویا موقع زن روز با شاملو مصاحبه کرده بود در مورد نوروز و بعدها هم چند دفعه دیگر به اصطلاح مصاحبه هایی داشته در این مورد و از اینکه جشن نوروز رو قبول نداره صحبت شده که یکی سیبران آقای محمد رضا مثلا به شما ارز کنم یکی بنام آقای محمد رضا نوشمند یه خلاصه پاراگرافی رو از تیکه های اصابت های شاملو رو گذاشته. البته این روزها در فضای مجازی خیلی ها این نکته های شاملو که بیشتر از این هست که الان خدمتتون عرض میکنم خیلی بیشتر از این هست و در واقع به عنوان طعنه و یا طنز بر شاملو بیان میکنن که بعد اشاره خواهیم کرد که این دوندش چگونه است با این ملغمه ای که این نوروز داره. که این چیز نوروز شما از به لحاظ تاریخی مثل جارو گفتید مسئله خود یکتاپرستی و مسئله آریایی ها و چگونگی در واقع برگزاری نوروز سنتش در تمام میگه از مدیترانه تا آسیای چیز شما گفتین، ولی به طور واقعی اون چیزی که هست این مسئله اسطوره زدایی هاست. یعنی تاریخ همونجوری که تغییر میکنه مدام و اسطوره های تا کهنه کنار میرن چیزهای تازه میاد، ما شاهد یه اسطوره زدایی هم هستیم از این در واقع نوروز. یعنی اگر اون میشد جشن حماسه شاهان و به قولی چه خورشید تابان میان هوا نشسته برو برو شاه فرمان روا، تمام این چیزایی که مثلا فردوسی میگه دیگه چه خورشید تابان میان هوا نشسته برو برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت او فرو مانده از فرو بخت او، در گوهر افشاندن مران روزا روز نو خواندن. و
میاد اون به اصطلاح از بزرگان میگه و به قول شما همون چیزی که روزی که فرمان روایی رو باز تقدیس میکنن، باز تولید فرمان روایی ها و شاهانیست و رابطه اونها با رعیت و خودشون. ولی این روند تا حد زیادی به قول شما مثل کردستان عراق و ایران و عراق و کردستان و سوریه به یک نبرد، یا همین الان در ایران به یک نبرد تبدیل میشه، اسطوره زدایی میشه، میشه اسطوره ملت، نوروز جشن ملت و جشن شادی و جشن طبیعت علیه طبقه حاکمی که هست، علیه حاکمانی که میخوان سنت دیگری، چیزهای دیگری رو وارد کنن. این رو توی ادبیات ایران هم تا حد زیادی هست، این تناقض، این به قول معروف صورتگری از مسئله نوروز. ما مثلا شما از شاملو میگفتید که میگفت سالی نوروز بیگندم سبز و سفره میآید، به پیغام خموش ماهی از تنگ بلور و بیرخص عفیف شعله در مندرگی. سالی نوروز بیخبر میآید همراه به درکوبی مردانی، سنگینی بار سالهایشان بردوش، تا لاله سوخته به یاد آرد باز نام ممنوعش را، و تاقچه گناه دیگر بار با احساس کتاب‌های ممنوع تقدیس شود. و این شما تو این ادبیات و اینا چگونه یافتین نوروز رو؟ عرض کردم همین دو تا مطلب رو که اشاره کردم، و اصلا به طور کلی اصلا صحبت‌هایی که تا الان کردیم به اصلا میشه به یک آلیاژ، به یک ملغمه در تاریخ اشاره کردیم، که یکی از مواردش همین مسئله نوروزه. از این مسئله در واقع گذاشتن مراسم شاهانه و بزرگ جشن ها در آن زمان برای حکومت، و بعدش از برافتادن اصل قضیه و اون تبدیل شدن به فرهنگ مردم و تغییر حالت دادن، همونطوری که اشاره کردید، و این تبدیل میشه نوروزنامه ها، صحبت های قشنگ، از به اصطلاح اشعار و ادبیات بسیار زیبایی در مورد طبیعت گفته میشه که یکی از یکی زیباتر. و از یه طرف دیگه این تحلیل میگه یادمون نره که به دامن اون گرفتاری هایی که همین اشاره کردم، مثلا کسی مثل شاملو، زمینی که تیکه از شعرش رو گفتید، شعر زمستان به حساب بهارش رو، نوروز رو ببینیم در مورد نوروز چی میگه. میگه من هرگز به این آیین، یعنی آیین نوروز، توجه نداشتم، یعنی جز مسائل قابل توجه زندگی من نبوده است، و نه تنها با این مراسم، بلکه به طور کلی با هر گونه مراسم و تشریفاتی دشمن هستم. مطلقاً این که در مورد تحویل سال و آغاز سال جدید در خانه باشم و پای سفره هفت سین بنشینم کار من نیست. حتی برای دید و بازدیدها هم خود را مقید نمی بینم. من مادرم را به خاطر خودش می بینم، نه به خاطر مراسم نوروز. اگر امکان باشد از تعطیلات نوروزی برای سفر استفاده می کنم، ولی به طور کلی نوروز برای من روزی است مثل سایر روزها. میگه من هیچ خاطری از دوران کودکی شخصی از این ندارم، فقط این رو میگه که این به اصطلاح نوروز برای من یکی از روزهای معمولی است، یک
تشریفات خسته کننده و بدون منطق و گرفتاری های وحشتناک که سایه‌اش را همواره در تمام نوروزهای کودکی در قیافه بزرگترها احساس می‌کردم. و جمله احمقانه‌ای که از دهان همه شنیده می‌شد که از دو ماه دیگر عید است، پول نیست، چون شب عید است اجناس گران است، چون شب عید بود پیشانی های چین خورده، چشم های گود رفته، افکار در هم، قیافه ها خسته بود و در این حال همه می کوشیدند چهره غم زده و در هم رفته خود را شاد نشان دهند، چون عید در پیش بود. این تظاهرهای تلخ را بیاد دارم. عید است و باید زندگی را تغییر داد. خلاصه بگویم، هیاهوی بسیار برای هیچ و هنوز هم از 3 ماه قبل از عید گرفتاری‌های مربوط به نوروز آغاز می شود. من با هر سنت دست و پاگیر مخالفم، بخصوص سنتی که منطقه کودکانه داشته باشد و خواه ناخواه به دلیل بی‌منطق بودن به صورت یک مسئله زاید تشریفاتی در بیاید. مردم در تمام سال اغلب در کثافت غوطه می‌خورند، ولی شب عید جلوی حمام‌ها صف می‌بندند. خلاصه می‌گویم، به نظر من می‌شد نوروز کاریکاتوری ترین مراسم دنیاست. به من احساس ریشخند آمیزی دست می دهد. معتقدم در هر چیزی، در هر دوره‌ای باید تجدید نظر شود و یکی از اونم همین مسئله نوروزه. این دیده در واقع حساس و باریک بین شاملو رو نشون میده که همون گفتم اون جهت دیگه از در واقع روندیه که مثل هر سنت دست و پاگیری مزاحم میشه. همه اینا رو ما در اقشار طبقات پایین جامعه حتما دیدیم و این نکته های واقعی هستن. و نکته عظیم اینه که همطور که شما اشاره کردید که تغییر هویت داره، تغییر این تبدیل شده به یکی از گوشه های زندگی مردم. حالا که تبدیل به این شده و عوض شده، پس این نوروزی که اینا میخوان چیه؟ چجوریه؟ همونطور که شما اشاره کردید به شعر شاملو که من کاملش رو اینجا باز هم میخونم، میگه نوروز بی چلچله بی بنفشه می آید، بی گردش مرغانی رنگی بر آینه و جنبشه سرد برگ نارنج بر آب. سالی نوروز یه بار بیا از اول بخون، یه لحظه وایس. از اول بخونم؟ یه لحظه. ممنون، مرسی، بخون. از اول بخونم؟ آره. سالی نوروز بی چلچله بی بنفشه می آید، بی گردش مرغانه رنگین بر آینه و جنبش سرد برگ نارنج بر آب. سالی نوروز بی گندم سبز و سفره می آید، بی رقص عفیف شعله در مردنگی، بی پیغام خموش ماهی ها از تونک. سالی نوروز بی خبر می آید، با مردانی که سنگینی انتظار بر شانه های خمیده شان است، لاله های سوخته نام های ممنوع خود را باز می یابند و تاخشه با کتاب ها تقدیس می شود، در گذرگاه های شهادت
شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و نوروز در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد رفت. سالی نوروز چنین آغاز خواهد شد. و منظور این که بیانش که روزی نوروز خواهد اومد، اون نوروزی که بر شانه مردان سنگینی میکند و سال موهومیه، سالی که دیگر سفره نیست، سبز نیست، بلکه نوروز خواهد بود. این آرزویی که این شاعر بزرگ فارسی زبان داره. و جالب اینه که در کردستان عراق شاعری به نام شرکو بکس که خیلی با شاملو دوست بودم و در واقع هم افکارشون شعراشون خیلی زیاد به هم دیگه میخورد. جالب اینه که اون هم جدا از این شعر شاملو شعر بسیار زیبایی داره که ترجمه فارسی شاگه تونسته باشن، چون مترجم نیستم، اما شعرش واقعا به طور ساده است که میشه به خودم جرأت دادم که بیانش بکنم، که میگه یک ماه دیگر زمستان همانند پیرمردی سال خورده دندانهایش میریزد و سرش بر لب گور خواهد لرزید. یک ماه دیگر سرما خواهد مرد. گل کوهی با سرانگشت سبزش برف را از سرش کنار خواهد زد و از دور و نزدیک به چوپان دهکده چشمک میزند. بهار می آید و در می کوبد، به درون می آید و گریان می گوید که کسی شعله خاموش چشمانم را بر می افروزد و تا انتهای قله یاریم میدهد. چه کسی نوروز اسیرم را آزاد خواهد کرد و با صدای رسا سرود سرخ آزادی برایم خواهد خواند. ای شعله جشن سبزم، پیمان میبندم که من آنم که یک ماه دیگر بر سر بام خانم بر پایت خواهم داشت و در برابر چشمان جاندارم ها شعلت را به آسمان خواهم رساند. از تاریکی یاغی خواهم شد، خنجر از غلاف خواهد گریخت، سد سکوت را خواهم شکست. در آن زمان تو آتش بر پیکر شب خواهی زد، من هم به راه خواهم افتاد، بی هراس خواهم رفت بر تن تنومندش چنار سرخ چنار میدان را میگویم. با ناپختگی دست خطم عظمت نام کاوه و نگاره پتک دستش را خواهم نگاشت. دور بر سرخ چنار را همانند روز روشن خواهم کرد. با فریاد کاوه و نوروز این سوی تا آن سوی شهر را خواهم خروشاند. خب اینم نوروزیه که شرکو بکس میخواد، در واقع همون شاملوی از سنرد، این از ایران. این دوتا، این نوع نگرش به این که ما نوروزمون را نداریم، یعنی تمام شادی ها را میخوان ولی باید خودمان بیاریم. این نوروز رو نوروزی نیست که برامون به سنت
گذاشتن، مجبورمان میکنند. این رو در واقع بیرنگ شدنش هم اشکاله، در واقع نه عرفی داره، نه عاطفی، نه ادبی، نه فرهنگی، بلکه شاد بودن در این که بتونیم این نوروز رو بیافرینیم. و متاسفانه یه خاطراتی رو هم برمی انگیزه این نوروز برای ما کردهای ایران، و اونم نوروزهای خونینه که بزرگترینش هم این اولین نوروز این حکومت نکبت و جبر و جهل و جنایت جمهوری اسلامیه که نوروز خونینه سنندج رو آفرید و لخمترین، زیباترین، میگم زیباترین جوان ها منظم گرفت. ولی تاریخ این رو از یاد نمیبره و از یاد نخواهیم بود. در واقع این جمله رو هم که میگن ما از یاد میبریم نمیبخشیم، اما بخشیدن کار ما نیست. اون رو دادگاهی تعیین خواهد کرد که بعدن برپا خواهد شد. ما وظیفه‌مون اینه که فراموش نکنیم و این جشن، این نوروز ها رو با تمام خوشی هایش، با تمام مقاومت هایش، با تمام زیبایی هایش، با تمام بهاراش در هم و ملغمه ای از اینها رو ما در واقع همیشه به خاطر می سپریم و برای برپا کردن و تداوم دادن به اون نیکی ها و زندگی اون نیکی ها رو اونو خواهیم کشید. و همراه همون رادمردی که میخواد تمام شهر رو بخروشاند با نام کاوه و پتکش که بر درخت قرمز میدان نگاشته است، به اصطلاح زندگی رو و یادی از نوروز رو میکنیم و بر همه میگیم این نوروز بر همه با این پایان میدیم که نوروز امسال به یه سدهی پایان میده که وجه مشخصش نبردی بود و هست علیه صاحبان تاج و تخت و عمامه، با قصابانی بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود که به شکار عاشقان آزادی برابری مشغول بوده. نوروز سنندج از آن جمله است. نبردی بود و هست بین عاشقان بهار و شادی و زندگی در زمستان سرد و بیپیر جهل و تباهی که جان سخت در برابر بهار تانقد ایستاده است. اونگونه میبینیم در میان روحانیت و طالبان و داعش کلیه این بهار زیبای زندگی ایستاده و ستایش جاییست که ستایشگران نعلین و چکمه و پوتین با ساطورهای خونالودشان به جان درختان تنومند و سالمند این دیار، این منطقه های ما افتادن، به قطع شاخه ها مشغولند، جوانه ها را درو می کنند و گلهای زیبا را می چینند به این امید وایی که مانع رسیدن بهار، یعنی بهار آزادی بشن. و ظلمت پرستان ستمگر و مرگستران زوب در ولایت بر منبرهای حقیقی و مجازیشون پیامهای شوم زمستانی سر میدن، به نفرین بهار مشغولن. اما چه با درختان استوار و سالمند این دیار در بند، پرچم بیداری از رخمت سالها بر دوش میگیرند و گرفتند و پروانه های عاشق در چهارسوی این سرزمین های پهناور گرده همگرایی می پاشند تا جوانه های امید زندگی بخش به بار بشینند. ما با این امیدهای زندگی بخش همراه میشیم و باز به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه بلگه از تاریخ درود می فرستیم و امید داریم که این سده ای که آغاز شد، سده ای از پیروزی های بزرگ مردمان علیه همه تاج و تخت و عمامه ها و زورمندانی باشه که حق تعیین سرنوشت مردم رو سلب میکنن و مانع از شادی های بزرگ مردم میشن.